سلام، اومدیم ماموت خودرو یه شرکت جانبی درست کرده به نام مکس موتور که قراره برندهای آسیایی ماموت رو کاور بکنه. اولین پیکاپ خودش به نام مکس کلوت رو معرفی کرده، اومدیم ماشین رو ببینیم. این ماشین در اصل دایون وی فای و اگه خاطرتون باشه دایون وای فای رو خودروسازی ایلا همین چند هفته پیش معرفی کرد، ولی خب این دایون وی فایوه که از نظر ظاهری خیلی هم شبیه به هم هستن. موتوری که روی کلوت نصب شده موتور 4 سیلند 2.4 لیتری توربو شارژ میتونه حد اکثر 215 هسته بخار و 320 نیوتن متر گشتراور رو تولید بکنه و با گیربکس 6 سرعته دستی. الان باید بگیم که قوی ترین پیکاپ دنده دستی بازاره. خب شاسی مستقل طبیعی هم هستش، تعلیقای عقب فنرشمشه که فنرشمش برای پیکاپ هایی که حالا توینگ خیلی خوبی میخوان داشته باشن یا بار زیادی رو تحمل بکنن معمولا از فنرشمش استفاده میکنن و ترمزهای عقب هم کاسه ایه و این هم همینطور. مثلا شما تویوتا هایلوکس هم ببینین با اون قیمتش ولی ترمز عقبش کاسه ایه، چون بهترین سیستم ترمز برای پیکاپ هایی که وزن زیادی روش هست، ولی ترمزهای جلوش دیسکیه. بیاین داخل ماشین رو هم بهتون نشون بدم. یه صفحه نمایش بزرگ این وسط هستش که خب الان که میبینین لوگوی دایون اومد بالا. این پشت آمپرش و خود فرمون خیلی خیلی شبیه جک اسوایویه که الان توی بازار داریم و خب این وسطاش هم ببینین همه پلاستیکای خشکه، ولی رودری ها اینه که این بغل هستن چرمه. شاید بهتر بود این بالا هم لااقل از پلاستیک نرم استفاده میشد. گیرباکسش همونطور که گفتم 6 سرعته دنده دستیه و تعویض تنظیمات دیفرانسیه. قیمتی که برای کلوت اعلام کرده مکس موتور حدود 800 میلیون تومنه و قراره که تا آخر آبان ماه فروش شروع بشه، به صورت تحویل فوری هست و آذر ماه 30 روز کاری تو آذر ماه دیگه تحویل شروع میشه. تقریبا هدفی که گذاشته مکس موتور اینه که میخواد نصف سهم بازار پیکاپا رو بگیره که خب هدف خیلی بزرگیه، ولی فکر میکنم الان دیگه لااقل توی دنده دستی حرفی برای گفتن از نظر پرفورمنسی داره، ولی خب از نظر امکانات و کیفیت داشبورد شاید بهتر بود یکم اینجاهاش بهتر می بود.